شب شما بخیر خانم آقایون. قسمت پنجم بررسی تاریخ ایران و تأثیر اون بر مختصات اخلاقی، روانی و رفتاری مردم رو ادامه خواهیم داد. کسایی که برنامه های ما رو تعقیب میکنن مستثر هستند که من در جلسه چهارم درباره حکومت ساسانیان و مشکلاتی که ساسانیان داشتن صحبت کردم و در انتها گفتم که چگونه مسائلی که این حکومت داشت با همه عظمتش، با همه شکوهش و با توجه به اینکه واقعا یکی از افتخارات تاریخ ایرانه و تاریخ دنیا، به خاطر اینکه تأثیر مهمی در سیویلیزیشن و تمدن دنیا داشتن ساسانیان، ولی در انتها دوچار چه مسائلی شده بودن که این مسائل به عنوان عوامل درونی تضعیف کننده حکومت بود و این امکان رو داد به اعراب مهاجم که علارغم اینکه از نظر مختصات فنی، تجهیزات و امکانات نظامی در اون لول و حد سیستم ساسانی نبودن، اومدن و در حقیقت تسخیر کردن سرزمین پارس رو. همونطور که خدمتتون عرض کردم، جنگ بین اعراب و ایرانیان در حقیقت به شکل جنگ های پراکنده بوده، یعنی یه چیز حدود 5 تا 10 سال طول کشیده و این از پایان فوت ابوبکر اولین خلیفه بوده. تا زمانی که پیغمبر اسلام در قید حیات بودن، ایشون هیچ قصد تهاجم، حمله به هیچ سرزمینی رو نداشت و حتی برای گسترش تفکر اسلام هم از نامنگاری و فرستادن پیک استفاده میکردن که برای پادشاه حبشه فرستاده بودن، برای خسرو پرویز پادشاه ایران فرستاده بودن و هیچ اصلی برای جنگ نداشته. ابوبکر هم که جانشین اول پیغمبر بود، اونم انسانی بسیار به اصطلاح بی آلایش بود، خیلی مختصات مردمی داشت و ایشون همش قصد جنگ و جدلی نداشته. وقتی خلیفه دوم عمر به قدرت میرسه، تأثیری داره در تغییر بعضی از سیاست ها و ایشون نظریه داشته که تعدادی از اعرابی که در بین النهرین هستن، اینها تحت کنترل حکومت ساسانی هستن و اذیت میشن و یکی از دلایل شروع حمله بر این مبنا بوده که ایشون اعتقادش بر این بوده که این اعراب رو باید رها کنه. از طرف دیگه یک مسئله دیگه هم که بوده و این کمتر شاید توی تواریخ اومده، اینه که وقتی که حکومت اسلام در شبه جزیره العرب گسترش پیدا میکنه، تعدادی از مردم ایران و سرزمین های دیگه گرایش فکری به این نظریه پیدا کرده بودن و این بحث بسیار جالبیه که کمتر شما تو تاریخ اینو شاید شنیده باشین. من در جلسه قبل صحبت کردم که به دلیل آزار و اذیتی که بر گروه های دیگر مذهبی مثل مانویان، مثل مزدکیان اعمال می شده در هنگام ساسانیان، بسیاری از اینها فرار کرده بودن از ایران و به نقاط دیگه رفته بودن، از جمله به منطقه حجاز و شبه جزیره العرب و اینها کسایی بودن که اسلام آورده بودن. به غیر از اینها باز هم گروه های دیگری بودن که اون زمانی که اسلام مسلط شده بوده در شبه جزیره العرب و در سرزمین حجاز، اینها هم گرایش پیدا کرده بودن. و یک نکته مهم دیگه این بوده که در سرزمین تحت کنترل ساسانیان، به غیر از زردشتی ها که حاکم بودن و موبدان زردشتی که گروه بسیار فاسد و خطرناکی بودن و پادشاه های ساسانی رو عملا اداره می کردن،
گروه های دیگه مذهبی هم تو ایران بودن، از جمله یهودیان و مسیحیان. این یهودیان و مسیحیان به شدت در هنگام حکومت ساسانیان تحت تأثیر فشارهای مذهبی زردشتی‌ها بودند و به خصوص یهودیان. و در نظر بگیریم که اینها به هر حال مونوتئیست بودن، اینا خداپرست بودن و در حتی عقایدشون هم بوده که کسانی یا کسی میاد به عنوان نجات دهنده. و بسیاری از اینها هنگامی که اسلام در شبه جزیره العرب مستقر میشه، اینا اسلام آورده بودن، در خود سرزمین ایران هم اسلام آورده بودن. این رو در آثار تاریخی مورخانی که در قرن اول دوم هستن زندگی میکردن میتونیم پیدا کنیم، از جمله دینوری که دیدگاه های دینوری و افکار دینوری یکی از رفرنس های محمد بن جریر طبری که تاریخ طبری رو که نوشته بسیاری از صحبتاش رو از دینوری گرفته. و این مسئله جالب بوده که اینها در حقیقت از درون خود حکومت ساسانی هم عواملی بوده که نظریه رو داشتن تقویت میکردن. میدونیم که هر فنومن، هر پدیده که اتفاق میفته تحت تاثیر دو سری عوامل، عوامل درونی و عوامل برونی. گهگاه عوامل درونی مؤثر دارن، گهگاه عوامل برونی، ولی هیچ وقت هیچ پدیده تحت تاثیر یه سری عامل اتفاق نمیشه. همیشه عوامل در دو جهت مختلف هستن که اتفاق میفتن. به هر حال تسخیر ایران توسط عرب عوامل درونی بسیار نیرومندتر و قویتری داشته تا عوامل برونی که خود نیروهای مهاجم عرب بوده. بسیاری از متفکران، صاحب نظران و اندیشمندان و محققانی که در این زمینه کار کردن، یکی از رفرنس هایی که استفاده میکنن و درباره تاریخ حمله عرب به ایران بحث میکنن، کتاب دو قرن سکوت مرحوم استاد معظم دکتر عبدالحسین زرینکوبه. ایشون در این کتابشون به عقیده من یک ذره تند رفتن و البته خودشون هم بعدن در اواخر عمرشون در کتابهای دیگر، نظریات دیگر، سخنرانیهای دیگری که داشتن، خودشون به این موضوع اشاره کردن که هنگامی که این کتاب نوشتم من جوان بودم، خیلی داغ بودم و تحت تاثیر بسیاری مسائل بودم. ایشون این کتاب رو که نوشتن، دو قرن سکوت، البته خب یک مأخذ بسیار معتبریه، بسیار کار شده روش، ولی خب یک مقداری به قول فرنگی ها بایسه و بعدن خودشون هم تصحیح کرده. من یادم زمانی که خیلی جوانتر بودم، تو اوایل دوران دبیرستانم این کتاب رو خوندم و آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته بودم، اینقدر به قول معروف عرق ملی در من بروز کرده بود که خیلی حالت تهاجمی پیدا کردم که اصلا این عربا واسه چی اومدن، اینجوری کردن، اونجوری کردن. ولی بعد در طی زمان، با گذشت زمان و با آشنایی با بعضی از مسائل، خود من هم دیدم که منم شروع کردم آروم تر شدم و امروز بعد از گذشت سالهای سال از اون زمان دیگه اونجوری با قضیه برخورد نمی‌کنم. به هر حال در نظر داشته باشیم که فاکتورهای درونی در این مسئله پیروزی عرب بسیار مؤثر بود. خدمتتون عرض کردم که جنگ بزرگی در منطقه قادسیه اتفاق میفته که یک چیزی حدود شاید در قرن اول هجریه تقریبا به دلایل متعدد و یکی از دلایل اینکه خود سربازای لشکر ایرانی زیاد تمایلی نداشتن که با عربا درگیر بشن، در این جنگ سردار ایرانی به اسم رستم فرخزاد کشته میشه به دست عربا و پرچم ایران که درفش کاویانی بوده به دست عربا میفته و سردار عرب به اسم سعد بن ابی وقاص در حقیقت حاکم میشه. این خبر وقتی به مرکز فرماندهی ساسانیان که شهر تیسفون یا
بغداد فعلی بوده میرسه، خیلی همه چیز رو به هم میریزه و اصلا به طوری میشه که خانواده ساسانیان بسیارشون شروع میکنن فرار کردن، از جمله خود یزدگرد سوم کاخ رو ترک میکنه. ایرانی ها تا مدت ها یا چند ماهی هنوز نتونسته بودن خودشون جمع جور کنن، اما یک بار دیگه هم تونستن یک درگیری ایجاد کنن با عربا و یک لشکری رو جمع جور کنن در منطقه نهاوند. یک درگیری دیگه با عربا داشتن که باز هم در همون درگیری هم شکست خوردن. اینجاست که یزدگرد و خانوادش به طرف مناطق شرقی و شمال شرقی ایران میرن، چون عربا از جنوب و از غرب اومده بودن تو، اینا در جهت مخالف شروع میکنن فرار کردن. ظاهرا یزدگرد در منطقه مرو به دست یک آسیابان کشته میشه، آسیابانی که اصلا خبر نداشته که این یزدگرد سوم پادشاه ساسانی، فقط طمع کرده بوده به جواهرات و لباساش. تعدادی از افراد خانواده ساسانیان از اعقاب یزدگرد به مناطق مثل چین میرن و اینا تا مدت‌ها در اونجا ادعای حکومت داشتن و ادعا داشتن که ما خاندان ساسانیان هستیم، حکومت ایران در اختیار ماست و حقمونه که حاکم باشیم. به هر حال حکومت در تبعید یا دیفکتو به قول امروزی ها تشکیل داده بودن که بعد هم یه چند وقتی بعدم از بین رفتن و مقابر اینها هنوز در سرزمین چین هست و این به عنوان آثار تاریخی وجود داره، مقابر این خاندانی که خودشون از عقاب ساسانیان میدونستن. به هر حال این نکته جالبی که خدمتتون بگم. آمدن عرب در ایران با یک شکل حمله گسترده نبوده، بلکه به شکل حملات پراکنده بوده. یک نکته مهمی که وجود داشته این بوده که قسمت اعظم سپاه اعراب سپاه شتر سوار بودن و میدونیم شتر در مناطق مسطح در دشت ها بسیار خوب حرکت میکنه، خیلی حیوان مقاومیه، اما شتر از کوه نمیتونه بره بالا، از جنگل نمیتونه بره بالا، از آب نمیتونه عبور کنه. به همین دلیل از نظر موقعیت جغرافیایی اینها در مسیر حرکتشون بیشتر در جاهایی بوده که مسطح بوده و کوهستانی نبوده، جنگل نبوده، آب نبوده، بیشتر در اون جهت حرکت میکردن. به همین دلیل میبینیم که مناطق شمالی ایران، مناطق مثل گیلان و مازندران که همون طبران و دیلمان بوده، اطراف دریای خزر، نواحی شمالی تری که مناطق جنوب روسیه هستش و منطقه آذربایجان، کمتر در معرض تعرض عربا قرار گرفته. البته یک بحثی بوده که زمانی که عرب با آذری ها در منطقه آذربایجان وارد میشن، به خاطر اینکه منطقه آذربایجان از نظر زردشتی ها منطقه مقدس بوده و اونجا آتشکده های وجود داشته، از جمله هم آتشکده معروف آذرگوش است، مردم اون منطقه با عربا نوعی دیل کردن که نیاین سرزمین ما و یه چیزی رو پرداختن و اینا. البته من نمیدونم از نظر تاریخی چقدر درست باشه، ولی تحقیق خود من و نظر من بیشتر اینه که اصولا عربا نتونستن به اون مناطق برن به خاطر موقعیت سغلچشی و جغرافیایی که داشته و امکاناتی که از نظر نظامی اونا داشته. به هر حال اینها به طور پراکنده باز هم درگیریایی رو با مردم پارس داشتم تا عمر که سردار اصلی لشکر بوده و خلیفه دوم بوده، به دست یکی از اسرای ایرانی که گرفته بودنشون به گروگان به نام فیروز یا پیروز مرقب ابولولو کشته میشه و این تأثیر بسیار مهمی میذاره در حمله عربا و یه مدتی تعویق ایجاد میشه و یه چند سال اینا استاپ کرده بودن، جنگی نمی کردن، حمله نمی کردن. ولی نکته جالب اینه که ایرانی ها گرویده بودن به شکلی به اسلام و این نکته جالبیه. خود مردم این ایدئولوژی رو پذیرفته بودن به دلیل فشاری که در زمان ساسانیان نظر عقیدتی بوده به مردم و خدمتتون عرض کردم که
یکی از دلایل مشکلاتی که در زمان ساسانیان وجود داشته باشه این فشار بوده که معبدان زردشتی برای تحمیل اعتقادشون به مردم انجام میدادن و مردم رو واقعا تحت فشار گذاشته بودن. مردم به عنوان ریاکشن نمیپذیرفتن این نظریات رو. حالا شروع کردن یه نظریه، یه دینی اومده که ادعای آزادی داره، ادعای دادن دموکراسی داره، ادعای اینو داره که مردم همه یکسان خلق شدن. فکر کنید در یه جامعه که جامعه بسته بوده، دقیقا عین یک دوایر متحد المرکز بودن که به هم هیچ ارتباطی نداشتن، حالا یه دینی اومده که یه نظریه اومده که همه مردم یکسان میدونه و یک برده رو میتونه حاکم بدونه و هیچ وقت برای مردم خیلی تاثیر داشته و اینا میگرویدن به این نظریه. خب تاثیر اقوام مونوتئیست که دینهای دیگه داشتن مثل مسیحیان و یهودیان بسیار مهم بود. بسیاری از خاندانهای یهودی که در ایران زندگی میکردن تعدادشون هم خیلی زیاد بوده، اینها به اسلام گرویدن. اگه شما تاریخ خودش من بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد، مثلا ابو علی سینا دانشمند بزرگ ایرانی که قرن 4 و 5 بوده، این از خاندانهای یهودی بوده، بک‌گراند این خانواده های یهودی بودن، اینا بعدا مسلمان شده بودن. و دیگر کسای دیگری هم بودن که اسمشون در تاریخ اومده و اینا همونایی بودن که خیلی کمک کردن به گسترش اسلام در داخل ایران. حمله قسمت دوم حمله عرب از زمان عثمان شروع میشه که اینا دیگه کم کم اون موقع دیگه بیشتر کارشون جنبه جنگ نداشته، بیشتر جنبه منطقه گیری و به شکلی حتی مسائل تخریبی بوده. حالا در اون زمان دو سه تا حوادثی هستش که صحبت ازش میشه که بیشتر نقل قوله و کمتر جنبه داکیومنت داره. یک مسئله که وجود داره اینه که عرب به کتابخانه که در دانشگاه جندی شاپور وجود داشته حمله کردن و اونجا کتاب سوزان انجام دادن. خب به هر حال اون چیزی که مسلمه در زمان ساسانیان این سیستم حکومتی نیاز به یک بک‌گراند علمی هم داشته، به هر حال داشتن، اینو من نمیتونم انکار کنم، این مسئله هیچ کس نمیتونه انکار کنه، ولی به هر حال اینا به اون منطقه حمله کردن نه به عنوان جنگ بلکه برای غارت و کتابخونه رو گرفتن و سوزوندن. حالا چقدر کتاب توش بوده، چی بوده، ما خیلی آثاری نداریم. میگم دکتر عبدالحسین زرینکوب خیلی روی مسائل تاکید داشته ولی بیشتر به نظر من بایسه. دانشمند معاصر فعلی امریکایی آقای دکتر ریچارد فرای که ایشون به زبان فارسی هنوز زنده هستن و به زبان فارسی هم بسیار مسلط هستن و حتی یه خونه‌ای بهشون دادن توی اصفهان و بین امریکا و اصفهان در حال حرکت هستن و اونجا زندگی میکنن. ایشون فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنه، بعد ایشون بسیار روی موضوع کار کردن. ایشون هم اعتقاد داره که بله احتمالاً کتاب‌های اونجا بوده، منابع تاریخی و منابع علمی بودن که عربا اینها رو به خاطر اینکه نمیتونستن اصلا بخونن، خط نمیتونستن بخونن و از بین بردن، سوزوندن و براشون هیچ معنی نداشته. شاید مقداری از اونها به شکلی در جاهای حفظ شده ولی قسمت اعظمش از بین رفته. این یک نکته مهمی بوده. نکته دیگه که بوده که این مسئله بیشتر با واقعیت تطبیق میکنه و به نظر من درست در نظر تاریخی، جنایتی بوده که در مورد دختران و زنان ایرانی انجام میدادن و اینها رو به عنوان برده میبردن و در بازارهای مکه و مدینه میفروختن. بسیاری از زنهای ایرانی اونجا به عنوان برده فروخته میشدن. نکته جالب اینه که عربا حضورشون در ایران دیگه کمرنگ میشه، دیگه زن عربی به اون صورت وجود نداشته و ادامه گسترش تفکر با خود مردم ایران بوده. حالا چطور؟ به این دلیل که خب کسایی بودن که صاحب نظر بودن و اینا به عنوان مقایسه نگاه میکردن که خب این نظریه اسلام، این نظریه زردشتی، اینا رو با هم مقایسه میکردن، میگفتن خب به نظر میاد که منطقی تر اسلام منطقی تره و بیشتر به حقیقت و واقعیت نزدیکه و خود همینا باعث گسترش میشدن، گسترش نظریه میشدن.
تا دو سه قرن اول ایرانی ها و بازماندگان ساسانیان در حکومت ساسانی کسایی بودن که اصلا باعث گسترش اسلام شدن. این گسترش رو هم در داخل خود سرزمین ایران انجام میدادن، هم در داخل مناطق دیگر. اینا کسایی بودن که به منطقه بین النهرین رفتن، همین مزوپوتامیا، از اونجا تا نواحی قسمت های جنوبی و جنوب شرقی دریای مدیترانه رفتن و از اینجا تا نواحی شرق اروپا. شما اگر تاریخ رو نگاه کنید، گسترش نظریه اسلام در اون مناطق توسط عربا نبوده. عربا نه اون قدرت رو داشتن، نه اون استحکام رو داشتن، نه اون تکنولوژی رو بلد بودن، بلکه کسایی که این کار میکردن ایرانی ها بودن. این دو قرن که دکتر عبدالحسین زرنیکوب تحت عنوان دو قرن سکوت ازش اسم میبره، دوره ایه که خود ایرانی ها دارن این تفکر رو به شکلی گسترش میدن. به عقیده من نمیشه اسمش گذاشت دو قرن سکوت، نمیشه گفت که سکوت بوده، بلکه باید گفتش که به شکلی داشتن از زیر زمین خودسازی میکردن. بعد از اینکه در حقیقت نظریه استبلیش میشه، چه در ایران چه در مناطق دیگه، میبینیم این کلش، این برخورد فرهنگ غنی ایرانی با فرهنگ نواحی مدیترانه که به هر حال اون موقع مردم در اطراف دریای مدیترانه در ناحیه بین النهرین اینها فرهنگ داشتن و مردم مناطق مثل مصر، باعث شکوفایی میشه. ما 7 قرن درخشش و تلالو حکومت ایران اسلامی رو که میبینیم حاصل این برخورده و این مسئله‌ای که 7 قرن در اون منطقه واقعا یک نکته بسیار روشنی، مثل یک مرواریدی، مثل یک نگینی به تاریخ تمدن بشریت میمونه که میدرخشه. واقعا تاثیر ایرانی ها بسیار مهم بوده، ولی خب ایرانی ها به دلیل انتقال و برخوردی که با تمدن های دیگه ای داشتن اینو گرفتن و گسترش دادن. در اینچه این نکته مثبتیه که از بعد از اسلام اتفاق میفته. حالا در ته این دو قرن که میگم زرینکوب اصطلاح داره که این منطقه، این دو قرن بهش میگه دو قرن سکوت، چه چیزی بوده؟ پرکتیکالی زبون پهلوی و زبون دری از بین رفته بوده، به جز یک سری مناطق خاص که مردم در اون مناطق صحبت میکردن این زبون ها رو و زبون های محلی، زبون اصلی مردم عربی شده بوده و مردم عربی صحبت میکردن، عربی میگفتن و عربی مینوشتن. و این دوره‌ای بوده که بازم میخوام من اینجا به عنوان یک سری از مختصات ایرانی ها ازش بحث کنم. من میخوام ببینم که یک حکومتی اومده، یک سری مردمی اومدن، حالا اسمش حکومت بذاریم یا قوم وحشی بذاریم، هرچی اومده تحت حمله کرده و یک سیستم دیگه، یک حکومت نیرومند دیگه رو تحت کنترل گرفته و ادعای حکومت دوم یا حکومت مغلوب اینه که ما با فرهنگ بودیم، ما با تمدن بودیم، اینو داشتیم، اونو داشتیم، اونو داشتیم، شما نداشتیم. حالا ایرانی ها اینجا شروع میکنن خودشونو والی و به اصطلاح همه کاره سیستم میدونن. ایرانی ها به عربا یاد میدن که چه شکلی سیستم مالیات داشته باشیم، به خاطر اینکه عربا نمی‌دونستن مالیات چیه. اولین برخورد به اینا یاد میدن چه شکلی از غیر مسلمان ها و اون کسایی که تحت کنترل میگیرین مالیات بگیرین، که اسمش رو میذاشتن جزیه. حالا همین کلمه جزیه از زبان پهلوی گتیک میامده که اون نام مالیاتی بوده که در زمان ساسانیان از مردم گرفته میشده، کسایی که یا به شکلی نپذیرفته بودن حکومت ساسانی رو، یا به هر حال حکومت برای مخارجش نیاز داشته. ایرانی ها بین یاد بدن چه شکلی از مردم جزیه بگیر. خب شما وقتی این بحث رو میشنوید فکر میکنه که اینا خب ستون پنجم هست،
دارن یادشون میدن چه شکلی با خود مردم ایران خیانت کنیم. ایرانی ها تکنیک های جنگی رو به نیاد میدادن، یعنی حکومت رو تحت کنترل گرفته بودن و اومده بودن بسیار از چیزهایی که از زمان ساسانیان و قبل از ساسانیان بلد بودن اونا رو استفاده میکردن و این عربای حاکم رو بهشون این تعلیمات رو میدادن. این هم یک کوشن مارکیه که من به عنوان مختصات اخلاقی ایرانی ها میخوام بذارم و اینو میخوام به پرسش بذارم برای صاحب نظران و روشنفکران که یکی از مختصات ایرانی ها این حالت اپورتونیست بودن، فرصت طلب بودن رو داره که چطوری همیشه منتظر بودن که یک از شرایط استفاده کنن و حتی کارهایی رو بکنن که علیه سیستم حکومتی و مردم خودشونه، به خودشون خیانت کنن. ما حالا من در قسمت‌های بعدی صحبتام هم خدمتتون خواهم گفت ایرانی‌ها مثلا در حکومت عباسی گرداننده امور اصلا خاندان بهرمکی گرداننده اموره، یا مثلا ایرانی ها میان اولین کتاب دستور زبان عربی رو که برهان اللغاته می نویسه، عبدالله ابن میمون اهوازی میشینه این کتاب رو می نویسه. اینا ایرانی هست ولی برای عربا کتاب می نویسن به زبان عربی. حالا از کجا اومده این؟ چه تفکری؟ آیا اسم این رو میشه گذاشت که ایرانی در تاریخ همیشه اپورتونیست بوده، فرصت طلب بوده؟ این چیزی که ما بعدن هم در طی تاریخ ایران حتی در تاریخ معاصرمون داریم میبینیم که عده‌ای ابن الوقت هستن. منتظرم ببینم چه خبر میشه، تغییر قیافه بدن، تغییر لباس بدن، تغییر شخصیت بدن و حتی تایید کنن، کمک کنن سیستمی رو که سیستم ظالم حاکم بر جامعه است. و اینجا من یاد اون جمله معروف سعدی میفتم که حاکم ظالم نمیگردد الا به رعیت مزدور، و این رعیت مزدور خیلی وقتا از داخل خود مردم و مردم فرصت طلب بوده. به هر حال من اینو به عنوان یک سوال مطرح میکنم و بازم از دوستان عزیز صاحب نظر میخوام که این هم مورد بحث قرار بگیره که جز مختصات رفتاری و اخلاقی مردم یکیش هم مسئله فرصت طلبیه. من صحبتم رو همینجا تموم میکنم و ادامه این بحث رو به جلسه بعد موکول خواهم کرد. اگر نظری، تاییدی، تکمله‌ای، انتقادی دارید با تلویزیون کبیر یا با ایمیل بنده تماس بگیرید و نظر خودتون ابراز کنید. شبتون بخیر.